علما گفتن که در مساجد بعضی اعمالی که از اهل عرفان و تصوف سر میزند که احترام مسجد را خدشدار میکند روا نیست. در داخل مسجد بنام ذکر دویدن، بنام ذکر خود پاره کردن و کش کردن، کرتک زدن زیر نام وجد، افتی روا نیست در مسجد. چون ذکر در مسجد روا نیست که آداب احترام مسجد رعایت نشود. وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي حنفي ففي هذا الحديث بيان كراهة رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ. كرفع الصوت هنقوم سماع القرآن وتلاوة القرآن ووعظ، فتبين قفتها لازم معلوم شد أن ما يفعله الذين يدعون الوجد والمحبة مكروه لا أصله في الدين. قفتها و کسایی که در داخل مسجد ادعای وجد و محبت الله و ذکر را دارن مکروه است، لا اصله فی الدین، اصلی در دین نداره. یکی از متون احناف ماست، یکی از علمای ضده احناف است. میگه لا اصله فی الدین و یمنع الصوفیه من رفع الصوت و تخریق الثياب، یا و یمنع، باید منع کرده شون صوفیه از بلند کردن آواز و پاره کردن لباس در داخل مساجد که ما بوجد آمدیم. البحر الرائق، الفتاوى الهندیه، رد المختار، حاشیه رد المختار، این کتاب های مرجع احناف است در فتاوا. حضرت عمر بن الخطاب میگه دو تا نفر نشسته بود در مسجد صحبت میکردن. صاحب این یزید میگه من استاد بودم، این تو یک سنگریزه میگه در جانم خورد. سهل کردم که مرام الخطاب است، برام گفت برو دو تا را پیشم طلب کن. اذهب فأتینی بهذینی فجئته بهم، عرفنا ادویش آوردم. حضرت عمر فرمود که من انتما، شما تا کی هستین؟ من این انتما، از کجا هستین شما؟ میگه قالا من اهل الطائف، گفتن ما از اهل الطائف هستیم، اهل منطقه نیستیم، مسافر هستیم. قال لو کنتما من اهل البلدی لاوجعتكما، اگر شما از شهر می بودین شما رو تو میزدم خوب، که درد احساس میکردین گپ چی است. میگه ترفعانی اصواتكما فی مسجد رسول الله، شما در داخل مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز بلند میکنین، لیکن یکی مسافر هستین شما رو چیز نمیکنین. باز در زیل از یوم سرخسی آوردن در مبسوط که بناهن گفته در داخل مسجد حتی وقت تلاوت قرآن هم صدا را بلند کردن درست نیست، چیخ زدن رو بدون. گفته بناهن اهل صوفیه زیر نام صوفیه که در داخل مسجد بنام وجد و محبت وقتی خودم میزن و لغتها و پایکوبی میکنه که فی مکروه هست، لأصله فی دین، در دینش اصل نداره. یعنی چی؟ پیغمبر نکرده، صحابه نکرده، تابعین نکرده، تبی تابعین نکرده، اولیاء الله نکرده، اولیاء الله واقعی نکرده، پیرهای واقعی نکرده، مرشدای واقعی نکرده، ایجاد و اختراع خود دوستایی که این اداره داره. لا اصله فی الدین، یک پیام سرخسی است. رد المحترم آورده، بحر رایق آورده و فتاوای هندی هم آورده، این عالمگیریه.